به به آقا من خیلی به این بحث علاقه دارم دقت کن روش تولید ولتاژ با استفاده از حرارت من خواهش کنم بچه های یه دونه سنسور ترموکوبل به من بدن چون خیلی کار داریم اینجا استفاده از تولید ولتاژ با استفاده از حرارت اگر بزرگوار من بیام این خاصیت خیلی خاصیت مهمیه تو رو خدا بهش دقت کن ساعت ها من تو کلاس اتوماسیون راجع به این مورد صحبت کردم ساعت ها از بس مهمه اگر من بیام دو تا فلز غیر هم جنس به تمامه به تک تک جملاتی که میگم لطفا دقت کن عنایت داشته باشه بعدا مشکلی پیش نیاد خیلی از شما سپاسگزارم مرسی اگر من بیام دو تا دونه فلز غیر هم جنس فرض کنم فلز جنس آ جنس آ مثلا مثل هرچی کرومله آلومله نیکله یه جنسی داره دیگه کارش نداره بیام یه فلزی از جنس آ رو وصل بکنم به یه فلز دیگه از جنس بی نمیدونم چیه اوکی مثلا مس مث روی آلومل کرومل دو تا جنس در واقع مخالف هم وصل بکنم از یه سر به هم جوششون بدم و به محله حرارت به محل اتصالشون محل اتصالشون حرارت بدم بذار یه شم اینجا روشن کنم. یه خورده حرارت بدم به محل اتصالشون اینم اشک شمه. به محل اتصالشون حرارت بدم اتفاقی که میفته اینه فرض کن این مسه این رویه از این مسه یه مقداری الکترون کوچ میکنه میاد داخل کجا داخل روی قرار میگیره عملا مس الکترون از دست میده روی الکترون میگیره یعنی چی یعنی چگالی الکترون ها چگالی بزرگوار چگالی الکترون ها توی این ترمو در واقع توی این تجهیز توی این قطعه چگالی الکترون ها تغییر میکنه الکترون ها از مس میان میان تو روی یعنی مس میشه مثبت روی میشه منفی اوکی خیلی مهمه این موضوع دقت کن پس این میشه مثبت میشه منفی قبول داری چه گالی الکترون ها تغییر کرد بله قبول دارم قبول داری باره مس شد مثبت باره روی شد منفی بله قبول دارم قبول داری به این میگن اختلاف پتانسیل بله قبول دارم این همون ولتاژ اگر من بیام یه تجهیزی برای سنجش ولتاژ یه تجهیزی برای اندازگیری ولتاژ تحت عنوان ولت متر بذارم این دو سر دقت کن نگاه میکنم میبینم ولت متر اقربش از این حالت تغییر کرد رفت این حالت یعنی چی یعنی ولتاژ تولید شد گرفتیم موضوع لذا اگر دو تا فلز غیر همجنس رو من بیام به هم وصلشون بکنم و به محل اتصالشون حرارت بدم اتفاقی که میفته اینه در دو سر آزاد در دو سر آزاد فولتاژ تولید میشه نیروی محرکه تولید میشه به خاطر وجود در واقع اختلاف چگالی بارهای الکتریکی یا اختلاف چگالی الکترون ها اوکی میخوام جوندار بفهمیم به تستش بکنم ببین خوب دقت کن عزیز جان الان این دو تا دونه سیم از یک جنس نیستن مخالف جنسشون میبینی؟ جنسشون مخالف همه مثلا این مثل این روی اوکی من اومدم از یه سر به هم اتصالشون دادم نقطه جوشش امیدوارم مشخص باشه اوکی نقطه جوشش حالا من یک خورده بازش میکنم اینجا به هم دیگه جوششون دادم میبینی به جانم به این تصویر به به میبینی به هم دیگه جوش خورد حالا یه تجهیزی دارم تحت عنوان ولتمتر ولتاژ اندازه‌گیری میکنه دیگه اوکی میبینی میام این سیماشو این پراباشو اصطلاحا میکنم و این ترموکوپل رو میذارم داخل ولت مثلا اینا میذارم اینجا اینم میذارم اینجا اوکی و ولت رو میذارم رو حالت میلی ولت چون ولتاژی که تولید میشه خیلی مقدارش کمه رو حالت میلی ولت میذارم اوکی و میام به محل اتصال حرارت میدم نگاه کن میام به محل اتصال حرارت میدم شما ولت داشته باش خیلی جون داره ها این سفره من روشن کنم ببینی به محل اتصال حرارت میدم نه کن چه اتفاقی میفته میبینی؟ جانم به این آموزش آموزش عملی ها میبینی؟ به به هرچی درجه حرارت بیشتر ولتاژ تولیدی بیشتر که این ولتاژ تولیدی عزیز جان که این ولتاژ تولیدی به جنس سیم بستگی داره به درجه حرارت بستگی داره به خیلی چیزا بستگی داره که مورد بحث ما فعلا نیست و اصلا کاریش هم نداریم فقط میخوام بدونی یکی از یکی از روش های تولید ولتاژ استفاده از حرارت یه تو تصویر عزیز جان اولی نکته رو بگم به این تجهیزی که من درست کردم اینجا یعنی اگر من بیام دو تا, دو تا فلز غیر همجنس رو از یک سر به هم وصل کنم و به محل اتصالشون حرارت بدم به این تجهیزی که اینجا شکل گرفته میگیم ترموکوبل اینو داشته باش تا دا اینجاش اینو بهش میگیم ترموکوپل به این اثری که ایجاد میشه یعنی به تولید ولتاژ در اثر ایجاد حرارت میگیم ترمو الکتریک الکتریکی که بر ولتاژی که بر اساس بر اثر حرارت تولید شده اوکی پس به این اثر میگیم ترمو الکتریک به خود این تجهیزی که شکل گرفت میگیم ترموکوپل ترموکوب خودش یه سنسور تو صنعت یه تجهیز بسیار ارزشمند برای گیری دماست کجا استفاده میشه تو کوره ها استفاده میشه من بارها به اندازه موها سرم ترموکوب استفاده کردم تو دستگاه های اکسترودن استفاده میشه تو دستگاه های تزریق پلاستیک استفاده میشه تو خشکن های صنعتی استفاده میشه اوکی من راجع به این تجهیزات راجع به این سیکل های کنترلی تو دوره اتوماسیون بسیار صحبت کردم تو دوره برخکار صنعتی هم که الان خدمت تو هستیم خیلی سعی میکنم صحبت بکنم که چشمت گوشت به این موارد آشنا بشه ها؟ روزا اگر گوشت آشنا بشه اگر اصطلاحات صنعتی رو بشناسی زمانی که میری پروژه بگیری کارفرما میگه آها این خودشه این خودش این همه رو میشناسه این همونه که من میخوام روزا اصطلاحات صنعتی رو بشناسی تو صنعت کار بکنی با تپه تپه کردن و با منومن کردن تو صنعت به تو کار نمیدن خیلی از ما ها مشکلمون اینه که نمیتونیم پرزنتیشن انجام بدیم نمیتونیم مطالب رو ارائه بکنیم چون مطالب و اصطلاحات صنعتی رو بلد نیستیم دستگاه رو نمیشناسیم سیکل کنترلی نمیشناسیم فرایند نمیشناسیم میخوایم بریم کار بگیریم تو خدای اتوماسیون باش بلد نباش لعنت خدا نمیارزه گرفتی موضوع اصطلاحات رو بشناس از ترموکوبل برای اندازهگیری دما برا سنجش دما استفاده میکنیم اوکی کجاها تو کوره ها کجاها تو نمیدن اکسترودرها، تو دستگاه تزریق پلاستیک هر جایی میخوایم دما رو بسنجیم انواع مختلف داره بر اساس جنس تشکیل دهنده ترموکوبل انواع مختلف ترموکوبل در واقع شکل میگیره جهانیه بر اساس انواع مختلف ترموکوبل بازه های گیریشون متفاوته خیلی بحثش طولانیه تو دوره اتوماسیون صنعتی ماهر کامل من باز کردم بحث ترموکوبل رو انواع ترموکوبل در قابل اندازه‌گیریشون همه رو باز کردم اوکی okay. خب اینجا مورد بحثمون نیست فقط میخواستم بدونی که بر اساس حرارت بر اثر حرارت من میتونم ولتاژ ایجاد کنم میتونم نیروی محرکه ایجاد کنم میتونم اختلاف پتانسیل ایجاد بکنم میتونم راشم نشونه دادم عملی دیدی بریم سراغ مبحث بعد خوب گوش کن جانم خب فقط یه نکته رو من بگم عزیز جان فلزه باید اینجا کنشته سیم متال فلز یکسان چقدر تولید کرده صفر میلی ولت یا صفر ولت اگر فلزمون از یک جنس باشه به دلیل اینکه الکترون هایی که آزاد میشن به یک اندازن دیگه چگالی الکترون اخت... در واقع اختلاف چگالی الکترون اختلاف بار الکتریکی ایجاد نمیشه اگه من دو تا میسا به هم جوش بدم مثلا فوت کوزگری ترموکوبل فوت کوزگری اثر ترمو الکتریک. در اینه که من بیام دو تا فلز غیر هم جنس رو به هم جوش بدم نه دو تا فلز هم جنس گرفتیم موضوع ز اگر من بیام مثلا دو تا مسا به هم جوشش بدم هیچ الکترونی آزاد نمیشه هیچ الکترونی آزاد نمیشه چرا چون اختلاف بار الکتریکی ایجاد نمیشه به همون میزان که فلز آی الکترون آزاد میکنه فلز بی هم الکترون رو آزاد میکنه چون هم جنسن این صد تا الکترون آزاد میکنه اینم صد تا اختلاف بار الکتریکی معنی نمیده اگه این صفحه ای که من اینجا رسم کردم دو تا صفحه اگه بار الکتریکی جفتشون اگه جفتشون به یه اندازه الکترون داشتن بار الکتریکیشون مساوی بود با اتصال یه سیم از صفحه ای به صفحه بی آیا بار الکتریکی جابجا میشد خیر اینجا اختلاف بار الکتریکی اختلاف پتانسیلی که عامل ایجاد جریان میشد عامل حرکت الکترون میشد ها پس اگر دو تا فلز هم جنس داشته باشم عملا بر اثر ایجاد حرارت هیچ الکترونی یعنی به یک میزان الکترون آزاد میشه لذا چون به یک میزان الکترون آزاد میشه عملا ولتاژی تولید نمیشه و این نکته فوق العاده مهمه باید بهش دقت بکنیم اوکی اینا بگم من یادم نره عزیز این که چرا الکترون آزاد میکنه بر اثر حرارت این خاصیت ماده است فلزات بر اثر حرارت الکترون از خودشون آزاد میکنن اوکی این نکته مهمه هرچی چی میریم جلوتر دلیلش رو بیشتر توضیح میدم الان یه سری قوانین و روابطی توضیح بدم خب یه خورده گیج کننده است برسیم به موقع مقرر برسیم به زمان مشخص خودش من کامل اینا رو برات باز میکنم بیا تو تصویر بذار فوت کوزه گری در اینه که اینا غیر هم جنس باشن اوکی خیلی خوب